وقتی که ما به این پنجره میرسیم در واقع داریم یکی از مهمترین تنظیمات انجام میدیم، یعنی ما داریم اینجا اتریبیوت رو تعیین میکنیم و بعد توابع هزینه تعیین میکنیم و توابع دیگری که قراره در تحلیل شبکه استفاده بشن. در واقع ما در این قسمت داریم تایپ‌ها و ولیوها رو تغییر میدیم یا اونا رو تنظیم میکنیم که خیلی بسیار مهم و کاربردی هستن. همونطور که ما قبلا گفتیم در اینجا استنباطی که نرم افزار داره از تحلیل شبکه استفاده میکنه بر اساس اون تنظیماتی که ما اینجا انجام دادیم و هرچی که تنظیمات ما دقیق‌تر باشه استنباط نرم افزار قوی‌تره و بهتر میتونه ما رو به نتیجه برسونه. در گام اول ما باید چیکار کنیم؟ باید که اتریبیوت‌ها رو حذف کنیم. در واقع در این قسمت ما قرار نیست که اتریبیوتی اضافه کنیم. حالا میتونیم اونا رو وریفای کنیم. وریفای یعنی اینکه ساختار رو عوض کنیم یا اینکه ما بیایم در اونها یه سری خطاها رو از بین ببریم. پس من در گام اول میام چیکار میکنم؟ ساختار سیستم مراتب، اگه یادتون باشه ما در قسمت قبلی اومدیم تو روی یوز بای دیفالت کلیک کردیم و اینو برداشتیم، ولی من حالا اینجا میخوام اینو چیکار کنم؟ اینو ریموو کنم و بردارم. و بعد از اون ما در اینجا چون قراره که دو تابع بسیار مهم انجام بدیم که دو تابع هزینه‌ای که بسیار مهم هستن، یکی فاکتور زمان و دیگری فاکتور جابجایی. میدونید که در تحلیل شبکه زمان مهمترین فاکتوره و نقش تعیین کننده‌ای داره در تحلیل شبکه، چون همش صحبت از اینه که ما کی برسیم، زمان کوتاه‌تر باشه و اینکه کوتاه‌ترین زمان کی هست. یعنی که ما فرض کنیم توی تحلیل شبکه ما از نقطه A به نقطه B حرکت کنیم، برای ما خیلی مهمه که یک زمانی بسیار کوتاه‌تری واسه ما انتخاب بشه، یعنی مسیر رو به ما بده نرم افزار که ما در کوتاه‌ترین زمان برسیم. مثلا در سیستم‌های اورژانس یا در سیستم‌های آتش نشانی این فاکتور خیلی مهمه. مثلا یه آتش نشان وقتی تحلیل شبکه انجام میده باید 3 دقیقه به محل حادثه برسه یا پایگاه اورژانس 115. پس همیشه حواستون باشه در تحلیل زمان فاکتور زمان یه فاکتور بسیار مهمه، هرچند که ما در تمام تحلیل‌های مکانی فاکتور تی یا بعد چهارم، چون یه بعد اول x داشتیم، بعد دوم طول جغرافیایی عرض جغرافیایی، بعد سوم ارتفاع بود و بعد چهارم زمانه که در واقع یک ساختار 4 بعدی میده و همه داده‌ها در تحلیل شبکه هم به مانند دیگر فاکتورهای تاثیرگذار در تحلیل داده مکانی زمان خیلی مهمه. خب تو تحلیل شبکه خب دیگه زمان جایگاه خاص خودشو داره و خیلی مهمه. و بعد ما گفتیم توی ساختار مالتی مودال چند وجهی ما داریم از سیستم‌های مختلفی استفاده می‌کنیم که در تحلیل شبکه مورد استفاده قرار بگیره. ما اینجا از دو تا تابع بسیار مهم استفاده می‌کنیم که تابع درایو تایم یکم تابع پیاده‌روی، یعنی اینکه ما در اینجا تعریف می‌کنیم که با ماشین از A به نقطه B چه زمانی رو طی کنیم برسیم و اینکه پیاده‌روی وقتی ما این نقطه A رو انتخاب می‌کنیم، مثلا نقطه مبدا می‌خوایم به نقطه مقصد برسیم، یا با ماشین داریم حرکت می‌کنیم یا داریم پیاده این مسیر رو طی می‌کنیم. حالا اینجا کاری به دوچرخه و موتورسیکلت و دیگر وسایل نقلیه نداریم، فقط این دو تا تابع رو ما داریم تنظیم می‌کنیم و خیلی مهمه که از نقطه A به نقطه B حالا با ماشین اگه بخوایم حرکت کنیم کوتاه‌ترین زمان چی میشه، پیاده روی هم اگه بخوایم حرکت کنیم از چه مکانی عبور کنیم که ما زمان کمتری رو صرف کنیم. در اینجا ما قصد داریم که دو تا تابع رو لحاظ کنیم که اول تابع درایو تایم که همون تابع ماشینه که من وقتی با ماشین میخوام از دو نقطه حرکت کنم چه اتفاقی میفته و اینو تنظیم کنم. خب من برای مینوت یا دقیقه اینجا رینیم میکنم، نامشو تغییر میدم به درایو تایم. من اینجا اینو به درایو تایم تغییر میدم و یه اینتر میزنم و بعد یه تابع اضافه میکنم که در واقع اون تابع پیاده رویه. وقتی از A به B حرکت میکنیم از جایی پیاده روی چقدر زمان میبره. من بر روی اد کلیک میکنم و تابع پدستریان که در واقع همون پیاده رویه، پدستریان که همون مدت زمانیه که من میخوام پیاده از A برم به B و نرم افزار بر اساس تنظیماتی که ما انجام میدیم استنباط کنه و بیاد مسیر به ما نشون بده و کوتاه‌ترین زمان به ما نشون بده. که من تابو برای همون تابع پدستریان قرار میدم و بعد موقعی پدستریان قرار دادم برای اوکی کلیک میکنم و این دو تابع شاید بگم دو تا از مهمترین توابعی هستن که در تحلیل شبکه به طور مکرر استفاده میشن و همیشه در همه تنظیمات ما باید از این دو تا تابع استفاده کنیم.